سلام، من نازنین معتمدی هستم. فصل جدید برنامه 37 درجه رو به خاطر شیوع ویروس کرونا در این هوای سرد پاییزی لندن در فضای باز ضبط می‌کنیم. با رعایت احتیاط و همه جوانب بهداشتی. همین اول یک خبر خوب بهتون بدم که از این به بعد برنامه 37 درجه هر دو هفته یک بار پخش میشه. یه خبر بدم دارم که متاسفانه دکتر راشا بهمنی در این فصل همراه ما نخواهند بود. همچنان سعی میکنیم همه دغدغه‌های شما رو از متخصصای معتبر جهانی بپرسیم و مسائل پیچیده پزشکی رو به زبان ساده توضیح بدیم. در این برنامه بهتون میگیم کرونای طولانی چیه و چرا علائم بیماری حتی ماه‌ها بعد از بهبودی همچنان در بعضی از بیماران وجود داره. همینطور در این برنامه نه کاری که کمک میکنه چربی‌های دور شکممون رو بسوزونیم. آیا این درسته که وقتی سرما خوردیم نباید ورزش کنیم؟ چه کار کنیم که یه اختلاف نظر ساده تبدیل به مشاجره و دعوا نشه؟ علی برامون نوشته وقتی مبتلا به کرونا شد فکر میکرد مثل خیلی های دیگه بعد از یکی دو هفته حالش خوب میشه. 6 ماه گذشته ولی هنوز سرفه و تنگ نفس رهاش نمیکنه. علی هم فقط تنها نیست. علائم این بیماری در بعضی از افراد مدتها بعد از بهبودی اولیه ادامه پیدا میکنه. به این وضعیت میگن کرونای طولانی. داستان زندگی دو نفر از بیمارانی که به کرونای طولانی مبتلا هستن رو ببینیم. من 7-8 ماه قبل مبتلا به کرونا شدم ولی هنوز که هنوز عوارض شدید بیماری رو دارم. حتی الان علائمم نسبت به چند ماه قبل که تازه مبتلا شده بودم خیلی شدیدتره. اون موقع تقریبا هر روز میتونستم ورزش کنم. یوگا، صخره نوردی، قایقرانی. همه میگفتن 1-2 هفته ای عوارض بیماری از بین میره و خوب میشی. اصلا در مورد من اینطور نشد. کرونا حداقل من رو 6 ماه کاملا از کار و زندگی انداخت. به 5-6 دکتر مختلف مراجعه کردم. هیچ کس نتونست به من کمک کنه. هیچ کس نمیدونه باید چه کار کنم که حالم بهتر بشه. زمینگیر شدم. نمیتونم کار کنم. از خونه نمیتونم برم بیرون. خیلی به ندرت دوستامو میبینم. تنها چیزی که میخوام اینه که برگردم به زندگی قبلی. امروز با درد شدید قفسه سینه و سردرد از خواب بیدار شدم. این تازه خوبه. بعضی از روزا اصلا نمیتونم از تخت بیام بیرون. قبل از اینکه کرونا بگیرم تا پارک نزدیک خونه با دوچرخه میرفتم. الان اگه خیلی روبرا باشم میتونم رانندگی کنم و آروم آروم برم روی نیمکت در پارک بشینم. بهار امسال کرونا گرفتم. علائم من خیلی شدید بود. سرم رو از روی بالش نمیتونستم بردارم. سرفه های وحشتناک. یه هفته نشده تنگی نفس شدید و درد قفسه سینه گرفتم. خیلی ترسیده بودم. اما بعد از چند هفته حالم خوب شد و برگشتم سر کار. چند هفته همه چیز عادی بود تا اینکه یه روز دیدم اصلا نمیتونم از رو تخت بلند شم. زنگ زدم به رئیسم و گفتم ببخشید دوباره خستگی مفرط و تنگی نفس هام برگشته. از همان روز همه چیز بدتر و بدتر شد. مثل جهنم میمونه. خیلی سخته. این مدت خیلی تنهایی کشیدم. فقط دلم میخواد به زندگی قبلیم برگردم. همونطور که دیدید علائم کرونای طولانی در افراد مختلف خیلی متفاوته. اما شایع ترین این علائم کدومان و چه کسایی بیشتر از همه در معرض ابتلا به این وضعیت قرار دارند؟ خستگی مفرط شایع ترین علامت کرونای طولانیه. بر اساس تحقیقی که توی ایتالیا انجام شده بیشتر از نیمی از مبتلایان به کرونای طولانی دائما احساس خستگی دارن. حدود 40% از این افراد شکایت داشتن که ماها بعد از ابتلا به کرونا هنوز تنگی نفس دارن. درد مفاصل، درد قفسه سینه، سرفه و از دست رفتن حس بویایی به ترتیب از علائم شایع دیگه هستند. ولی چه کسایی بیشتر در معرض گرفتن کرونای طولانی هستند؟ دانشگاه کینگز کالج لندن در تحقیقی به این سوال جواب داده. هرچی سن بیمار بیشتر باشه احتمالش بیشتره، مخصوصا برای افراد بالای 50 سال. درسته که مردها بیماری کرونای شدیدتری میگیرن و متاسفانه بیشتر فوت میکنن، اما زنها بیشتر احتمال ابتلا به کرونای طولانی دارن. اگر توی هفته اول بیشتر از 5 علائم کرونا را همزمان داشته باشید، آسم و بیماری ریوی تنها بیماری های زمینه ای هستند که احتمال ابتلا به کرونای طولانی رو بالا میبرند. اضافه وزن هم یکی دیگه از عامل هاست.
متخصصا میگن اگر جزو این افراد هستید، وقتی کرونا گرفتید برای درمان باید در اولویت قرار بگیرید. سوالات شما در مورد کرونای طولانی را از دکتر فرین کمانگر، متخصص همه‌گیرشناسی از دانشگاه ایالتی مورگان آمریکا می‌پرسم. دکتر کمانگر، چرا بعضی از افراد دچار علائم کرونای طولانی میشن حتی اگه سالمن و بیماری زمینه‌ای هم نداشتن؟ فرضیه‌های متعددی وجود داره ولی هیچ کدوم از اینا هنوز ثابت نشدن. یکی از این فرضیه‌ها اینه که گرچه ویروس به تعداد زیاد و به صورت منتشر دیگه در بدن نیست، ممکنه مقدار کمی از اونها در قسمت‌های خاصی از بدن باشن. مثلا ممکنه یه تعدادی ویروس در داخل اعصاب دستگاه بویایی ما باشن که هنوز باعث بشن که ما حس بویاییمون رو کامل به دست نیاورده باشیم. مسئله دیگه این استش که ممکنه یک قسمت‌های از ریه در اثر حمله ویروس یا در اثر واکنش ایمنی بدن ما از بین رفته باشه، به اسکار تیشو تبدیل شده باشه و اون خستگی مزمن ممکنه به خاطر این باشه که ظرفیت ریوی ما به اندازه قبل نیست. و فرضیه سومی که وجود داره این استش که گرچه ویروس از بین رفته، هنوز التهاب در بدن ما هست. هنوز سیستم ایمنی بدن ما به اون وضعیت قبلیش به طور کامل بر نگشته و این التهاب باعث خستگی و مشکلات مزمن دیگه میشه. ویروس با چه مکانیزمی باعث کرونای طولانی میشه؟ این ممکنه اصلا خود ویروس نباشه. یکی از فرضیه‌ها اینه که ویروس ممکنه مدتی در اعصاب یا در جای دیگه باقی بمونه، در دستگاه گوارش به عنوان مثال اگر اسهال طولانی مدت هست. ولی فرضیه های دیگه مطرح این هستش که اصلا این ممکنه که خود ایمنی بدن ما باشه که مقدار زیادی داره عملکرد زیادی از خودش نشون میده و باعث التهاب شده. بنابراین اصلا ممکنه کرونای طولانی مدت به ویروس مربوط نباشه. به همین ترتیب اگر یک با قسمتی از بافت ریه خراب شده باشه، این دیگه ویروس نیست، این در واقع خرابه هایی است که از ویروس به جا مونده. چند درصد از بیماران دچار کرونای طولانی میشن؟ چندین تحقیق انجام شده ولی متاسفانه نتایج خیلی با هم هماهنگ نیستند. اعداد مختلفی از 2 تا 50% گزارش شده که بستگی به این داره که چه مدتی طولانی رو ما طولانی بدونیم، مثلا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، یا اینکه مریضا علائم خفیف داشتن یا اینکه چه جوری سوال‌ها انجام شده. عنوان مثال یک تحقیقی هستش که از انگلیس انجام شده روی چند میلیون نفر و اینها میگن بعد از 3 ماه فقط 2% مریضا هستن که هنوز علائمی دارن. ولی خب اون بعد از 3 ماهه. بعد از 1 ماه حدود 12% هنوز علائمی رو گزارش میکردن. این در کل مریض ها هستش. وقتی میرسیم به مریض هایی که بیماری شدید داشتن، یک تحقیقی از ایتالیا چاپ شد روی 150 نفر که میگفتش که اونایی که در بیمارستان بستری بودن و بیماری شدید داشتن، بعد از 2 ماه حدود 50%شون هنوز احساس خستگی میکردن، چند درصد علائم دیگه داشتن و در مجموع 90% اینها علائم مختلفی رو گزارش میکردن. البته دقت بفرمایید که این تحقیقات یک مقداری هم خیلی نتایجش بعضی وقتا ممکنه که قابل اعتنا نباشه، چون بر حسب اینکه شما چجوری از یک شخصی سوال میکنید شما هنوز علائم داری یا نداری و چه مقدار تفحص و غور بکنید تو این قضیه، ممکنه درصد یه ذره بالا پایین بشه. علائم کووید طولانی چیه؟ علائم بسیار زیاد و متفاوتی در کرونای طولانی مدت گزارش شده و هیچ 2 نفری مثل هم نیستن. واقعیت شاید شایع‌ترین علائم تنگی نفس مزمن باشه، کسالت و خستگی مزمن باشه و درد مزمن. ولی علائم دیگه هم مثل درد طولانی مدت در مفاصل گزارش شده، درد عضلات گزارش شده، سرفه‌ای که کنار نمیره، افسردگی، لخته و قرمزی اندام، علائم بسیار زیادی گزارش شده که ممکنه در طولانی مدت از این بیماری به جا بمونه. دکتر کمانگر، آیا فقط کرونای شدید ممکنه منجر به کرونای طولانی بشه؟ خیر، کسانی که کرونای خفیف هم گرفتن بعضی وقتها گزارش شده که کرونای طولانی مدت گرفتن. ولی از مطالعات مختلف اگر همه رو کنار هم بذاریم، این طور بیشتر برمیاد که هر چقدر شدت کرونا بیشتر باشه، احتمال کرونای طولانی مدت بیشتر. اگر کسی فکر میکنه کرونای طولانی داره چه کار باید بکنه؟
اولین چیزی که باید بهش دقت بکنن اینه که مطمئن باشن این علائم به کرونا مربوطه و نه چیز دیگه. به عنوان مثال اگر کسی دچار لاغری زیادی شده شاید بیماری دیگه ای باشه، یا اگر پاشون باد کرده شاید مربوط به کرونا نباشه، شاید باید دکتر قلب یا روماتولوژیستشون رو ببینن. ولی اگر مربوط به کروناست چند تا کار میشه کرد. یکی این هستش که استراحت بکنن تا جایی که امکان داره. دوم این هستش که الاهم و فلاهم بکنن، ببینن که کدوم کارها مهمتره و اون رو در اولویت بذارن، کارهایی که کمتر اهمیت داره کنار بذارن. همینطور اگر که کارهای سنگین زیادی دارن اون رو در روزهای هفته توزیع بکنن، همه رو در یک روز انجام ندن. خیلی ممنون دکتر تمانگر. یکی از صدها پیامد منفی همه‌گیری کرونا، همه‌گیری کم تحرکیه. احتمالاً همونقدر که فعالیت‌های ما کم شده، چربی دور شکممون بیشتر شده که به خاطر مشکلاتی که ممکنه برای سلامتیمون ایجاد کنن، یه فکری باید به حالش بکنیم. یه سری راه حل‌ها، کلک‌ها یا میانبرهایی وجود داره که اگه در طول روز حواسمون بهشون باشه، میتونیم راحت‌تر چربیامون رو بسوزونیم. 9 تا کار ساده در طول شبانه روز میتونه به سوزوندن چربیای بدنمون کمک کنه. اندازه کافی نمیخوابیم، بدنمون دو تا کار میکنه. اول اینکه میزان سوخت و ساز بدن رو کم میکنه تا انرژی رو در حد امکان نگه داره، و دوم اینکه هورمونی به اسم کورتیزول ترشح میکنه. این هورمون باعث میشه ما میل بیشتری به خوردن غذاهای چرب و شیرین داشته باشیم. ثابت شده نشستن طولانی منجر به بیماری‌های زیادی مثل دیابت نوع 2 میشه و حتی احتمال مرگ زودهنگام رو هم بالا میبره. یک تحقیقی که چند سال قبل کرده بودم نشون داده بود که وقتی به جای نشسته کار کردن ایستاده کار میکنم، ساعتی 100 کالری بیشتر مصرف میکنم. عضلات ما وقتی فعالن یه آنزیمی ترشح میکنن به اسم لیپوپروتئین لیپاز که کارش اینه که چربی رو تجزیه میکنه، ولی وقتی 20 دقیقه یا بیشتر میشینیم این سیستم از کار میفته. من که دوباره به کارش بندازیم فقط کافیه بلند شیم و راه بریم. خیلی از ما تو روز چندین تا ایمیل کاری به همکارامون میفرستیم که محل کارشون اتاق بغلی ماست یا طبقه بالان. بهتر برای سوزوندن کالری بیشتر به جای ایمیل زدن و زنگ زدن راه بریم و باشون صحبت کنیم. تقلبایی که من میکنم برای سوزوندن کالری که خیلی هم آسونه اینه که سطل آشغال رو با فاصله از میز کارم قرار میدم که حداقل مجبورم کنه در طول روز چند بار از روی صندلی بلند شم. پیام‌های گرسنگی و تشنگی هر دو در یک قسمت مشخص در مغز آنالیز میشن. برای همین ممکنه خیلی وقت‌ها که تشنه هستیم مغز اشتباهاً فکر کنه که گشنه‌مونه. راه حلش اینه که همیشه یک لیوان آب کنار دست خودمون داشته باشیم و در طول روز مدام آب بنوشیم. اینطوری احتمال این که مثل من روزی 10 بار در یخچال رو باز کنیم و دنبال غذا بگردیم کمتر میشه. ثبت دقیق رژیم غذایی روزانه باعث میشه حساب کالوریایی که دریافت میکنیم دستمون باشه. اپ‌های زیادی هستن که در طول روز کالوری‌های دریافتی و مصرفیمون رو میشمارن و اینطوری بهمون کمک میکنن که حواسمون به اندازه حجم غذایی که میخوریم باشه. وقتی که هر روز از این اپ‌ها استفاده کنید و بهش عادت کنید و کالوری‌های مصرفیتون رو بشمرید، دیگه خیلی راحت نمیتونید یه پرش لازانیای چرب بخورید.
بعد از هر وعده غذایی سعی کنید حداقل 15 دقیقه تند پیاده روی کنید که قند خونتون بعد از 3 ساعت بعدش به حالت طبیعیش برگرده. اگه یک روب واقعا براتون مقدور نیست 10 دقیقه یا حداقل 5 دقیقه رو حتما پیاده روی کنید، چون اونم یه بخش از این فواید رو داره. استراب و استرس برای پیشینیان ما به معنی این بود که مثلا حیوانی در طبیعت تعقیبشون کرده بود و اینها مجبور به مبارزه بودند و بدن بعد از اون شرایط فکر میکرد که باید جای اون کالوری ها رو پر کنه. اما الان خیلی از ما موقعیت های پر استراب و پرتنش زندگیمون پشت میزهای کارمون اتفاق میفته، اما بدن هنوز فکر میکنه باید دوباره جای اون کالوری ها رو پر کنه، در حالی که احتمالاً اینطوری نیست. اگه شما هم وقت باشگاه رفتن ندارید یا مثل من از ورزش توی باشگاه اصلا لذت نمیبرید، هیچ ناراحت نباشید. تو خونتون یه دوشک پهن کنید و شروع کنید ورزش هیت یا ورزش تناوبی با شدت بالا انجام دادن، فقط برای 7 دقیقه. تو این 7 دقیقه به شدت بدن چربی میسوزونه و تا 24 ساعت بعدش هم به چربی سوزوندن ادامه میده. اولش خیلی با اعتماد به نفس شروع کردم. فکر کردم 7 دقیقه که دیگه چیزی نیست. اما اشتباه تر از این نمیشد انجام بدم. گفتم تا یک بلایی سر خودم نیاوردم از یک مربی بدنسازی بخوام چند نمونه از این حرکات رو بهمون نشون بده. ما گفتیم 7 دقیقه ورزش کردیم، شما هم بگید کرده. 7 دقیقه در حد مرگ عرق می‌ریزی، ولی 24 ساعت بدن تو چربی می‌سوزونه. که ورزش سبک در طول زمان باعث تقویت سیستم ایمنی بدنمون میشه، ولی هیچ تحقیقی وجود نداره که نشون بده ورزش کردن دوره سرماخوردگی رو کوتاه‌تر میکنه، گرچه به خاطر ترشح هورمون اندورفین در مغز حس و حال بهتری به آدم دست میده. اگر در دوره سرماخوردگی ورزش خیلی سنگین بکنید، بدن توانایی لازم برای مبارزه با ویروس رو از دست میده و حالتون بدتر میشه. متخصصان میگن اگر سرما خوردید و میخواهید ورزش کنید به قانون گردن توجه کنید. اگر علائم سرماخوردگی بالای گردنه، مثل آبریزش بینی، کیپ شدن بینی یا گلودرد، اگه توانشو دارید میتونید ورزش کنید. چه ورزش هایی برای این دوره بیماری مناسب ترن؟ پیاده روی نسبتاً تند، تمرینات مقاومتی سبک، تمرین روی دوچرخه ثابت یا اسکی فضایی. نامناسب ترین ورزش ها برای وقتی که سرما خوردیم، دویدن به مدت طولانی یا در مسیرهای سخت، تمرین تناوبی با شدت بالا یا هیت و تمرینات مقاومتی سنگین.
اگر هر کدوم از این علائمو داشتین اصلاً و ابداً موقع سرماخوردگی ورزش نکنید. تنگی نفس، سرفه، بدن درد، درد قفسه سینه و تب. نفس عمیق برنامه 37 درجه همیشه اختصاص داره به یک مبحثی مرتبط با سلامت روان. در برنامه‌های گذشته از لیگی وب نویسنده کتاب تحمل و تاب‌آوری خواسته بودیم تا تکنیک‌های رو بهمون یاد بده که چطور از مشکلات پیش رومون فرصت بسازیم. در این برنامه لیگی وب راه حل‌هایی رو بهمون نشون میده که چطور اجازه ندیم یه اختلاف نظر ساده با دیگران تبدیل به مشاجره و دعوا بشه. احتمالاً در زندگیتون موقعیت‌های پیش اومده که به کشمکش غلبه شده و شما رو ناراحت یا عصبانی کرده. در این برنامه بهتون یاد میدم که چطور در اون شرایط اوضاع رو آروم کنین و با اعتماد به نفس بیشتر با اختلاف نظرها کنار بیاین. برای همه ما پیش اومده که با اطرافیانمون اختلاف نظر داشته باشیم. در محیط کار و زندگی ما افراد متعددی با ذهنیت‌ها و باورهای متفاوت در رده‌های سنی مختلف هستند و برای همین اختلاف نظر اجتناب ناپذیره. راستش اگه هممون یه جور فکر می‌کردیم زندگی خیلی کسل کننده می‌شد، نه؟ اختلاف اگه به خوبی مدیریت بشه میتونه خیلی مفید باشه. اختلاف موتور نوآوریه و یه فرصتی بهمون میده تا دیدگاه‌های آدم‌های مختلف رو بشناسیم، درک کنیم و بفهمیم پشت طرز تفکر آدم‌ها چه تجربیاتی خوابیده. مشکل وقتی شروع میشه که اختلاف نظر تبدیل به جنگ و دعوا بشه. یه راه حل مفید اینه که نسبت به حرفهای بقیه کنجکاو باشی. یادم یه روز یکی یه نصیحت عالی به من کرد و گفت با هر کسی که برخورد میکنی واقعا فکر کن عجب آدم جالبیه. این رویکرد میتونه خشم و عصبانیت ما رو نسبت به اون فرد خونسا کنه. مدیریت احساسات خودمون یه بحثه، اما کنار اومدن با احساس خشم و ناامیدی بقیه یه بحث کاملا جداست. برای همین یه وقتای احساس میکنین از نظر عاطفی توی رینگ بوکس قرار دارین. یه داستان شنیدنی از گوتاما بودا این راه حل رو به خوبی توضیح میده. بودا یه روز داشت برای جمعی صحبت میکرد که یه رهگذر عصبانی اومد جلو و شروع کرد به توهین کردن و فحش دادن به اون. بودا با آرامش بهش گوش داد و وقتی که رهگذر حرفش تموم شد بودا رو کرد به جمع و ازشون پرسید اگه کسی به یه نفر هدیه‌ای بده و اون فرد هدیه رو نخواد و بخواد پسش بده، اون وقت هدیه مال کیه؟ مخاطبانش جواب دادن خب البته مال کسی که هدیه رو داده. رهگذر عصبانی هم داد زد هر آدم احمقی جواب این سوال رو میدونه. بودا ادامه داد پس وقتی که کسی خشم و توهینش رو به شما هدیه میده، این دست شماست که بخواین خشم و توهین رو بپذیرید و اون احساسات بد رو نگه دارید یا بذارید مال کسی باشه که اونا رو به شما داده. من فکر میکنم که این پیام خیلی ارزشمنده. وقتی آدم ها از دست شما عصبانی میشن، به شما بستگی داره که بخشی از اون خشم و عصبانیت رو قبول کنید یا بذارید پیش همون فرد بمونه. وقتی با کسی دچار اختلاف میشین، قبل از اینکه کنترل اوضاع از دستتون در بره، باید از الگوی آرام کننده استفاده کنی. الان براتون توضیح میدم این الگو چیه و چند مرحله داره. گوش کردن، همدلی، همدردی، پرسیدن ریشه خشم، توافق بر سر نقشه راه و در نهایت پیگیری انجام اون نقشه. مرحله اول گوش دادن به فرد مقابله. بذارین طرف مقابل حرفشو بزنه و تخلیه بشه و استرابای خودشو خالی کنه. وسط حرفش نپرید. مرحله بعد اینه که بهش نشون بدید درکش میکنید. نمیگم باهاش همراهی یا موافقت کنید، نه، اما مثلا بهش بگین متاسفم که اینجوری احساس میکنی. قدم بعدی همدلی کردنه، یعنی خودتون رو جای طرف بذارین و از نقطه نظر اون به ماجرا نگاه کنید.
از زاویه باورهای اون مسئله رو ببینی. این مرحله خیلی مؤثره. در قدم بعدی باید از طرف مقابل بپرسین دقیقاً از چی عصبانی هستی. کمکش کنید که با خودش رو راست باشه و تشخیص بده ریشه خشم و ناامیدیش دقیقاً چیه. بعد با هم یه فهرستی تهیه کنید از کارهایی که از الان به بعد برای حل مشکل باید انجام بشه. شروع کنیم به انجام اون کارا. این روش برای خاموش کردن آتش دعوا و مدیریت دعوا بسیار مفید و موثره. یادتون باشه جلوی اختلاف نظر رو نمیشه گرفت، اما جلوی مشاجره و دعوا رو حتما میشه گرفت. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. ما رو در اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. بهمون ایمیل بزنید siohaft@bbc.co.uk. آرشیو همه برنامه‌های قبلی برنامه در وبسایت BBC فارسی زیر صفحه تلویزیون و برنامه 37 درجه هست و میتونید ببینید. پس یادتون نره برنامه 37 درجه از این به بعد هر دو هفته یک بار پخش میشه. در این دوران کرونا مراقب سلامت جسم و روان خودتون و اطرافیانتون باشید.